ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله از بین بردن آبروی یک مسلمان به اندازه شدیدترین نوع ربا گناه دارد. خیلی مهمه، یعنی ما باید همون قدر که در حفظ آبرو و حیثیت خود کوشا هستیم به اندازه همان به همون اندازه درباره حفظ حیثیت و آبروی دیگران نیز کوشا باشیم. چه به تجربه در نظام آفرینش ثابت شده است، اونهایی که میخواهند خودشون باشن و دیگران نباشن دیری نمی پاید که اول خودشون نابود میشن و دنبال او هم دیگران نابود میشن. من قال اهلک الناس فهو اهلکهم او فهو اهلکهم، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من قال هلك الناس فهو اهلكهم او قال عليه الصلاه والسلام من قال هلك الناس فهو اهلكهم. یعنی هر کس به نابودی مردم اظهار شادمانی کند خودش زودتر هلاک می شود یا خودش اونها را هلاک کرده، یعنی عملا با اظهار خوشحالی و اظهار بی‌تفاوتی به نابودی مردم رضایت داده، زیر پای خودش خالی کرده و خیلی سریع خودش هم نابود میشه. حال برای اینکه انسان‌ها متوجه این وظیفه خطیر باشن، در آغاز سوره نور که آیاتش تلاوت شد یک حدی گذاشته شده، حدی خیلی جالب، فرمود کسانی که افراد پاک بیگناه را متهم می کنند به عمل بی عفتی، اگر مورد ادعای خود را با چهار گواه ثابت نکنند، در ازای در برابر جنایت تهمت باید 80 تازیانه بخورند. علاوه این وقت تازیانه خوردن هیچ وقت گواهیشون در هیچ دادگاهی قبول نمی شود. مرتبه سوم، جریمه یا جزای سوم، کیفر سوم، اینها همیشه فاسق معرفی می شوند و به عنوان یک انسان بی اعتبار، یک انسان مفسد، زیان آور برای دیگران معرفی می شوند. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، مگر اونهایی که اعلام توبه کنند، تعهد کنند که دیگر در پی حد که ناموس و رسوا کردن مردم نباشند و عملا ثابت کنند که به این توبه پایبندند. مفهوم جمله و اصلحو، چون تنها توبه کافی نیست، مراحل بعد از توبه مهمه. اگر بعد از اعلام توبه ثابت شد که شخص خط زندگی خط را مسیر را عوض کرده، این توبه قبول درسته. اما صبح توبه میکنم شب دو مرتبه گناه میکنم، این توبه نیست، این به مسخره گرفتن شرایع آسمانیه، به مسخره گرفتن سرنوشت خود است. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. یک مورد استثناء شده است در این زمینه که بحث حقوقی و جالب. اجازه بفرمایید این از تاریخ قرآن مجید به استناد بیانات و تطبیق عملی رسول الله صلی الله علیه و آله به عنوان یک صفحه تاریخی اجتماعی اخلاقی بررسی کنیم. وقتی این آیه نازل شد این مسئله مطرح بود که اگر این اتهام خیلی حساس و ظریف باشه، اگر این اتهام بین زن و شوهر باشد به چه صورت خواهد بود.
آیا اگر مردی زن خود را متهم کرد باید 80 تازانه بخورد؟ سوال دیگه. قرآن مجید در یه مناسبتی که پیش آمد به این مطلب پاسخ جالبی داد که دنبال همین آیات مطرح شده. مقدمه موضوع از این قرار بود که پیرمردی از صحابه کرام به خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله آمد، میخواست سؤالی کند، خجالت کشید، حذیفه ابن الیمان را قاصد کرد، گفت برو به رسول الله عرض کن اگر مردی زن خود را در خانه با یک مرد بیگانه ببیند و اون دو را در حال بدی ببیند چه بکند؟ اگر سکوت کند بر کار منکر کشنده سکوت کرده، غیر ممکن است سکوت کند. اگر سکوت نکند طرف را بکشد، شما او را میکشید، چه بکند؟ صحابی جلیل که از خاصه صحابه بود، حذیفه بن الیمان به خدمت رسول الله آمد و مطلب را چنین گفت. حضرت صلی الله علیه و آله برخلاف چهره معمولی خود کمی ناراحت شد و اخم فرمود. سیمای حضرت گاهی ترشرویی نبود، ولی وقتی حضرت چیز نامربوط یا چیز نادرستی میشنید، از بس با حیا و از بس در حد اعلای عفت بود ناراحت میشد. چیزی نفرمود ولی با قیافه نشون داد که چنین حرفی نباید مطرح شود. حذیفه به نزد پیرمرد برگشت و گفت خدا تو را چنین و چنان کند، مرا نزد رسول الله خجالت زده کردی. حضرت از حرفت ناراحت شد از سؤالت. پیرمرد که شرفش زخمی شده بود گفت خوب، خودم ناراحت ترش میکنم، اگر چنین است خودم میروم میپرسم تا بیشتر ناراحت بشود. به خدمت رسول الله آمد و عین سؤال را مطرح کرد. حضرت فرمود برای که چنین مسئله پیش آمده است؟ گفت برای من. حضرت فرمود البینت و حدون فی ظهرک، چهار گواه بیار وگرنه باید کمرت برای تحمل 80 تازانه آماده باشد. معمولا تازانه های تنبیهی به پشت میزنند تا هم دردناکتر باشد، هم خطر نقص و جرح فوق‌العاده نباشد. البینت و حدون فی ظهرک، چهار گواه بیار تا تبرئه بشوی، حکم زنا درباره طرف اجرا بشه، و یا باید 80 تازیانه بخوری بر پشتت. اویمر عجلانی پیرمرد سخت عصبانی شد و گفت یا رسول الله این چه حکمی است؟ تا من بروم گواه بیارم طرف کارش کرده بیرون رفته، این حکمی نیست. حضرت فرمود فعلا چنین است. اما طولی نکشید که فرشته وحی با وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله ارتباط برقرار کرد. فرودگاه وحی کره زمین وجود و مغز و دل مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله بود، چون که سعدی میگوید امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا محبت جبرائیل. محبت یعنی فرودگاه، محل هبوط. روح الامین بر رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شد و این آیات آورد. دنباله همین آیات اتهام است. فرمود والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادت احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبین ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبین والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم. معنی آیات چنین است: کسانی که همسر خود را به خیانت و بی عفتی متهم می کنند، و جز خودشون گواهی بر این ادعا ندارند، تبره اینها این است که به جای چهار گواه در ملأ عام در حضور جمع مسلمین چهار بار اعلام کنند، به خدا سوگند یاد کنند که همسرشون با اونها خیانت کرده.
بار پنجم به خود لعنت کند اگر دروغگو باشد. همسر مورد اتهام نیز به این صورت تبرئه می شود که به جای شوهر قرار بگیرد در ملأ عام 4 بار سوگند یاد کند که شوهرش دروغ می گوید. بار پنجم بگوید غضب خدا بر او باد اگر شوهرش راستگو باشد. اگر چنین کردن هر دو تبرئه شدند، اولی از حد اتهام 80 تازیانه، دومی از حد زنا، ولی اونها برای همیشه از هم جدا هستند، هیچ وقت نمی توانند زن و شوهر هم دیگر باشند. در اینجا دو مسئله مطرح است که به حکمت شرع باید توجه داشت، چون ما 100% معتقدیم که فکر بشر در تنظیم قوانین حقوقی و جزایی شرع دخالتی نداشته. بنابراین است که هرگز قوانین حقوقی و جزایی شرع هیچ ارتباطی به زمان و زمین نداره، کار به زمان نداره اصلا. وسایل و ابزار زندگی بشر باید همگام و هماهنگ باشد با قوانین حقوقی و جزایی شرع. دو مطلب خیلی مهمه، یکی این که منظور شرع از آوردن 4 گواه به هیچ وجه آن نیست که ترتیبی داده شود و 4 گواه بیاوریم تا بی عفتی ثابت شود، 2 نفر سنگسار شوند، یکی از 80 نفر از 80 تازیانه نجات بیابد. منظور اون نیست. منظور از اثبات 4 گواه 2 چیز است. یکی این که همیشه ما سعی کنیم اتهام را به زبان نیاوریم، دیگران را متهم نکنیم، تا عمل فحشا اگر هم هست همیشه مخفی بماند، چون مخفی موندن فجایع و مصائب اخلاقی بسیار مهم است در حفظ ظاهر و حفظ صلاح جامعه. کما این که علنی بودنش به حدی زناور است که در اوج آن بیماری ایکس مطرح می شود، در اوج آن بیماری ایدز مطرح می شود، در اوج آن، برای اینکه نتیجه مستقیم بیماری شرم‌آور و لاعلاج ایدز علنی بودن و عمومی بودن فحشا است. اگر جوامع بشری متمدن توانسته بود ترتیبی بدهد که فحشا و بدی را حتی الامکان مخفی بماند، علنی نشود، کسی درباره آن و رای برای توبه داشته باشد، به او فرصت داده شد که اگر 1% احتمال دارد شوهر دروغ میگوید یا اشتباه کرده یا ناراحتی فکری داره یا خیلی وسواسی و بدگمانه، اگر همچون مسئله فرزند برای شوهر مطرح باشد، به زن امکان داده شد که از خود دفاع کنند با همون شکلی که شوهرش انجام داده، 4 بار در ملأ عام بیستد، گواهی بدهد، سوگند یاد کند که شوهرش دروغ میگوید، بار پنجم بگوید غضب خدا بر او باد اگر شوهرش راستگو باشد. به این ترتیب این اتهامی که بین یک خانواده مطرح شده بود کلن دفن شد از در شهر. نه شوهر تازیانه 80 تو خورد، نه زن سنگسار شد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله